نماد غرور و مقاومت بم، امروز سالگرد زلزله غم‌انگیز بمه. هرچند این حادثه خاطره تلخی برای همه ایران بود، اما بازسازی بم و نگاه پرغرور به ارگ تاریخیش عشق و امید رو تو دل خیلی ها دوباره زنده میکنه. آقای سلامی، این در واقع بازسازی دوباره ارگ بم چه پیامی داره؟ بله، ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. آقای رمضانی، 10 سال پیش بم غربال شد و 90% سازه‌هاش به طور کامل تخریب شدش. بزرگترین سازه گلی جهان با حدود 2500 سال قدمت فرو ریخت. اما رشادت مردم این خطه دوباره خشخشت بم رو روی هم بنا کرد و دوباره ارگ زیباش ساخته شد تا ثابت بشه بم هنوز زنده است. در شاهنامه فردوسی از شهری به نام کجاران و از مردی به نام هفواد یاد شده که داستان آن در ارگ قدیم بم اتفاق می افتد و این سندی است از روزهای اوج این قلعه زیبا. در شاهنامه آمده است: یکی شهر بود تنگ و مردم بسی، ز کوشش بودی خوردن هر کسی. در آن شهر بی چیز خرم نهاد، یکی مرد بود نام او هفتواد. مجموعه کاملی که از خشت و گل است، دروازه به دروازه به هم متصل است. ارگ بم مجموعه است خشت و گلی که 20 هکتار مساحت دارد و تا حدود 200 سال پیش محل سکونت و مأمن مردم بم بوده. حصاری به طول 1810 متر و 38 برج دیدبانی داشته است و دور تا دور آن را خندقی عظیم فرا گرفته بود. ساکنان آن در 528 خانه مسکونی میزیستند و دارای بازار، میدان تکیه، مسجد، زورخانه، کاروانسرا و حمام بوده است. و قدیمی‌ترین آثار به دست آمده در این قلعه به 6000 سال پیش میرسد و کاروانسرا و بازار آن روزگاری میزبان مسافران جاده ابریشم و ادویه بوده است. La citadelle de Bam, nous on connaissait de nom parce que فرانسه شنیده بودیم ارگ بامی هست که خیلی بنای بزرگی هست، بزرگترین بنای خشت و گلی جهان هست. به خاطر همین یک سفری رو فراهم کردیم برای اومدن اینجا برای دیدن این ارگ. شهرت ارگ بام در جهان بر کسی پوشیده نیست، اما زلزله باعث شد که این اثر تاریخی همانند الماسی که در نور تکان داده می شود درخشانتر شده و بیشتر دیده شود و به قول مهندس ابراهیمی دیگر زلزله هم بخشی از تاریخ این ارگ شده است. بحث مرمت توی ادعا چند فاز تعریف میشه؟ یا آواربرداری هست، یا در واقع خانه‌سازی هست، یا ایمن سازی هست، یا نجات بخشی هست. این بنای عظیم متاسفانه در زلزله 5 دی ماه سال 1382 تخریب شد و در سال 1383 به ثبت جهانی رسید و همزمان در فهرست آثار در حال خطر نیز ثبت شد. برآیند اقدامات انجام شده در حیطه‌های مختلف، بازرسی‌هایی که صورت گرفت از طریق کارشناسان ایکاموس و یونسکو، از حفاظت مرمت بگیریم، گردشگری، صنایع دستی، ثبت و تملک، تجهیز، پایش و کنترل توسعه شهری، پژوهش و تمام این اتفاقات منجر به این شد که حکم دادن به خروج این اثر از میراث در خطر. بزرگترین مجموعه خشت و گلی جهان پس از گذشت 9 سال از فهرست آثار در حال خطر خارج شد و اکنون با چهره جدید آماده پذیرایی از میهمانان خودشه.